بازی‌های هفته پایانی رو آقای فردوسی پور باید با یک نگاه متفاوت نسبت به سایر بازی‌ها نگاه بکنیم، به دلیل اینکه در 6 مسابقه انگیزه های لازم برای تیم‌های برنده و بازنده وجود نداشت. در واقع تنها ما 2 مسابقه حساس داشتیم که یکیشو میتونیم جلوتر بریم بگیم نفسگیر، بازی برق شیراز و فولادتون برنده این مسابقه میمون در جدول مسابقات. اما در شیراز فجر سپاسی در واقع تنها تیمی بود که دلش میلرزید، استقلال رش جواز موندن قبلا گرفته بود. اما در مورد بازی تیم پیروزی با تیم سپاهان که بینندگان عزیز صحنه‌ای از اونو مشاهده میکنند، من تصور میکنم که به دلیل اینکه هر دو تیم در واقع نتایجی رو که قبل از این مسابقه گرفته بودند، یکی منتهی به بقای تیم سپاهان شده بود، دیگری نایب قهرمانی تیم پیروزی رو تثبیت کرده بود، در واقع در یک مسابقه کاملا تشریفاتی شرکت کرده بودند. اما چیزی که دیده شد در واقع دفاع متزلزل و لرزان پیروزی که به دفعات مرتکب اشتباه شد و در واقع بازی رو که ما در روز پنجشنبه مستقیما دیدیم، تیم سپاهان بسیار خوب از این ضعف و یا بی‌تفاوتی به ویژه دروازه‌بان پرسپولیس نهایت استفاده رو کرد که در ادامه همین فیلم امیدواریم که اون صحنه ها رو ببینیم و توجه داشته باشیم که این نوع بازی کردن در یک مسابقه جدی، در یک مسابقه که سرنوشت سازه، واقعا میتونه یک فاجعه ای رو به بار بیاره. در واقع عامل این فاجعه دروازه‌بان با تجربه ایست که در فوتبال ما سوابق زیادی داره و هر چقدر که در گذشته این شکل بازی کردنش غرامتی نداشت، در این بازی غرامت سنگینی رو پیروزی پرداخت. گرچه برای پیروزی نتیجه اصلا مهم نبود، اما به هر حال تیم پیروزیه و این یک مسابقه بود که جنبه حیثیتی داشت برای تیم پیروزی. به هر حال من فکر میکنم که با تحولاتی که در پیروزی صورت گرفته و یا در شرف انجام هست، این مشکلات برای فصل آتیه برطرف شه. آقای فردوسی، آیا حاجی حالا در مورد ضعف‌های تیم پیروزی اشاره کردید، تیم سپاهان هم چند بازیکن به نظر خیلی راحت و مسلط کار میکرده که شون افشین حاجی پور بود که شما صحبت میکنید در مورد وضعیت بازی، هم بازیکن فکر کردن ضربه‌اش میزنه اینجوری از کنار دروازه بیرون میره. خدمت شما عرض بکنم که من تیم پیروزی رو خیلی بی انگیزه دیدم. آقای فردوسی پور یعنی در واقع ما بدون مسابقه تشریفاتیش رو تموم بکنه بر اساس حکم جدول و بیشتر خط دفاعی پرسپولیس مورد ارزیابی در این بازی قرار گرفت به دلیل اشتباهات عدیده‌ای که داشت، که افشین حاجی پور در سمت چپ چندین بار در دیواره دفاعی پیروزی رسوخ کرد که خطرات زیادی ایجاد کرد ولی منجر به گل نشد، و در نیمه دوم عمق مدافعین پیروزی هدف تهاجم تیم سپاهان قرار گرفت و اشتباهات مدافعین و دروازه‌بان در گل اول که من اگر خاطرم باشه گل اول آقای فردوسی پور در اثر تعلل و تعارف آقای عابدزاده و آقای رهبری فر که با شماره 20 بازی میکردن حاصل شد و گل دوم روی اشتباه 100% دروازه‌بان تیم بله. حالا در این تیم، حالا در تیم پیروزی شما کدوم بازیکن موفق دیدید؟ من در این بازی بازیکنان پرسپولیس رو بی انگیزه، بی اشتها و دور از شرایط آرمانی خودشون دیدم و در واقع میخوام بگم که این بازی در تیم پرسپولیس بازیکن شاخص و بازیکنی که بشه روش دست گذاشت ما ندیدیم. این هم یه حرکت خوبی بود که عابدزاده انجام داد. بله، ضربه افشین حاجی پور بود که چند متری زده شده گرفت، خب همونجوری که گفتید بعدش اشتباه عجیب رو بله دیدیم از عابدزاده. بله، این صحنه است که منجر به گل میشه. ببخشید آقای فردوسی پور، ما در فوتبال یه تاکتیک های دهگانه دارن بازیکن‌ها که یکی از تاکتیک‌ها اینه که اگر مدافعی با وجود اینکه احساس کنه یک یار خودی پشت سرش هست
و اون توپ رو دفع میکنه باید خودش این کار رو بکنه. در اینجا دیدیم که آقای رهبری فر این توپ رو رها کرد و آقای آبزادم این اشتباه رو تکمیل کرد و در نتیجه آقای موسوی اگر اشتباه نکنم بله گل اول رو زدم و گل دوم که بسیار راحت‌تر از این گل بود که بعدا میبینیم. آرزو خط حمله تیم پیروزی یکم زیاد از حد بیازار نبود در این بازی. حالا لیس ناصری که چند فرصت هم به دست آورد نتونست تبدیل به گل کنه، ولی خط حمله این صحنه گل دوم هست. بله در مورد خط حمله تیم پیروزی بله خدمت شما عرض بکنم که من فکر میکنم که بی تأثیر بودن این مسابقه بیش از حد در تیم پرسپولیس اثر گذاشته بود، همونطور که خط دفاعیش پر اشتباه و لرزان بود در این مسابقه، خط حملش هم کارایی نداشت. به طور کلی پرسپولیس در این بازی خوب نبود آقای فردوسی پور. بله دقیقا، حالا این اتفاقات درست یه روز بعد از اون افتاد که دو سه روز بعد از اون افتاد که لیست اسامی تیم ملی اعلام شد. خب چهار مدافع از تیم پیروزی در بین مدعوین قرار گرفتن، در نهایت هر چهار تاشون هم به همراه تیم ملی به الان در مصر باید باشن دیگه. بازیه که تیم ملی فوتبال کشور اونجا برگزار خواهد کرد. در مورد اون بازی ها به موقعش صحبت